سرخط خبرها. کشته و زخمی شدن بیش از 3800 تن از افراد ملکی در جریان 6 ماه اول سال جاری. احتمال آغاز خروج نیروهای آمریکایی پیش از انتخابات سال 2020 میلادی. مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید دونالد ترامپ به طور مستقیم از او خواسته است که و جنگ‌های بی‌پایان باید خاتمه داده شود. انتقاد اعضای مشران جرگه از افزایش ناامنی‌ها در کشور. آنان می‌گویند مردم نسبت به تأمین امنیتشان از سوی حکومت ناامید شدند. و کشته شدن 18 تن در نتیجه سقوط یک طیاره نظامی در پاکستان. با تقدیم سلام و وقتتان بخیر، وابسته خبری ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 8 ماه اسد سال 1398 خوشتی که برابر می شود با 30 ماه جولای سال 2019 میلادی. مشروع خبرها. در 6 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 3800 تن از افراد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. یونما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر گزارش تازه میگوید که در نیمه نخست سال 2019 میلادی 1366 تن از افراد ملکی در افغانستان کشته شده و بیش از 2440 تن دیگرشان زخم برداشتند. در این گزارش آمده است که در 6 ماه اول سال جاری نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته تلفات افراد ملکی 27% کاهش یافته است. گزارش افزوده که عامل 52% تلفات غیر نظامیان مخالفان مسلح دولت و 37% دیگر آن نیروهای طرفدار دولت هستند. یونما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل گزارش نیمه نخست سال 2019 میلادی خود را در مورد تلفات افراد ملکی منتشر کرد. در گزارش یونما آمده است که در 6 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 3800 تن از افراد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شده اند. بر اساس این گزارش در 6 ماه نخست سال 2019 میلادی 1366 غیر نظامی کشته شده و 2446 نفر دیگر نیز زخم برداشتند. در گزارش آمده است که عامل 52% تلفات افراد غیر نظامیان مخالفان مسلح دولت است که از این جمله مسئولیت 38% به دوش طالبان و مسئولیت 11% به دوش گروه داعش موسوم به دولت اسلامی است. بر اساس گزارش عامل 37% تلفات ملکی نیروهای دولتی طرفدار دولت است که مسئولیت 18% به نیروهای افغان، مسئولیت 12% به نیروهای نظامی بین المللی، مسئولیت 2% به نیروهای مسلح طرفدار دولت و مسئولیت 5% دیگر به نیروهای نامعلوم طرفدار دولت نسبت داده شده است. در گزارش یونما همچنان آمده است که تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 27% نسبت به زمان مشابه سال 2018 میلادی کاهش یافته است. بر اساس این گزارش دلیل اصلی کاهش تلفات غیر نظامیان در سال 2019 کاهش تلفات افراد ملکی از اثر مواد انفجاری تعبیه شده انتحاری بوده است. گزارش یونما اما میگوید که در نیمه نخست سال جاری میلادی تلفات غیر نظامیان در حملات هوایی به دو برابر افزایش یافته است. یونما 83% تلفات برخواسته از عملیات‌های هوایی را به نیروهای نظامی بین المللی، 9% را به نیروهای هوایی افغانستان
و 8% باقی مانده را به نیروهای نامشخص طرفدار دولت نسبت داده است. یونما میگوید که کودکان 1/3 مجموع تلفات را تشکیل میدهد و در 6 ماه گذشته 327 کودک کشته و 880 کودک مجروح شده است. یونما تأکید میکند که از طرف های درگیر جنگ میخواهند که افراد ملکی هرگز نباید هدف حمله قرار بگیرند. یونما از مخالفان مصالح دولت نیز میخواهد تا در تطابق با قانون بین المللی بشردوستانه تعریفی از فرد ملکی و اهداف ملکی داشته باشند. وزیر خارجه آمریکا میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور میخواهد که روند خروج نیروها از افغانستان پیش از انتخابات سال 2020 میلادی آغاز شود. مایک پمپئو میگوید که دونالد ترامپ به طور مستقیم از او خواسته است که به جنگ های بی پایان باید خاتمه داده شود. در همین حال شماره از اعضای مجلس سنا با اشاره به اظهارات وزیر خارجه آمریکا میگویند که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان باید مسئولانه صورت گیرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید که رئیس جمهور ترامپ خواسته است تا انتخابات 2020 میلادی نیروهای آمریکایی را در افغانستان کاهش دهند. مایک پمپئو میگوید که دونالد ترامپ به طور مستقیم از او خواسته است که به جنگ های بی پایان خاتمه دهید. مایک پمپئو در پاسخ به سوالی در مورد خروج نیروها تا ماه نوامبر سال آینده از افغانستان گفت که از سوی رئیس جمهور چنین هدایتی دریافت کرده است. وزیر خارجه آمریکا چگونگی خروج نیروها از افغانستان را به دیدگاه و تصمیم ترامپ مرتبط دانست و ابراز امیدواری کرد که نیاز به نیروهای جنگی در منطقه به طور کلی کاهش یابد. او منظورش را به طور روشن بیان کرده است. به جنگ های بی پایان خاتمه داده شدند و شماری نیروهای کاهش پیدا کنند. البته قضیه فقط ما نیستیم. ما امیدواریم که در کل نیاز به حضور نیروهای نظامی در منطقه کاهش پیدا کند. در همین حال شماری از اعضای مجلس سنا با اشاره به اظهارات وزیر خارجه آمریکا می گویند که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان باید مسئولانه صورت گیرد. مردم افغانستان خروج می خواهند، اما خروج با مسئولیت، خروجی که فعلا تمام تعهداتی که بین دو کشور وجود دارد، درست ایالات متحده امریکا از جمله کشورهایی بوده که در طول 18 سال افغانستان کمک و همکاری کرده و بعد از اون ما روی یک سند قانونی که پیمان امنیتی، پیمان استراتژیک است بین دو کشور که توسط پارلمان افغانستان تصویب شده، ما همکاری ها را داریم. جدول زمانبندی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان ای بستگی داره، ای عملی در صورتی می شود که طالبا آمده شوند برای گفتگو، برای مذاکره با دولت. تا زمانی که هیئت مذاکره کننده تعیین نشود، تا زمانی که طالبا وارد گفتگو مذاکره با هیئت دولت نشود، چنین یک تصمیم ای خلاف خود بحثا یا فیصله های خلیلزاد است که تا این دم با اعضای رهبری حکومت، با اعضای رهبری طالبا داشتند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که حکومت افغانستان می‌گوید مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده در گفتگوی اخیرش با رئیس جمهور غنی اطمینان داد که در استراتژی آمریکا تغییر به میان نیامده و کاهش شمار نیروها با در نظر داشت شرایط افغانستان صورت خواهد گرفت. شماره از اعضای ولوسی جرگه با انتقاد شدید از تعیینات تازه در ارگ ریاست جمهوری میگویند که رئیس جمهور غنی اکثر افراد مسن را به حیث مشاور مقرر کرده است. عباس ابراهیم‌زاده نماینده مردم بلخ در ولوسی جرگه میگوید در شرایط کنونی که نیروهای امنیتی کشور با معاش اندک در سنگرهای جنگ به سر میبرد، نیاز به تعیین این همه مشاورین با معاشات گزاف نمی باشد. او همچنان با اشاره به برخی از نابسامانی های کنونی کشور میگوید که در حال حاضر ریاست جمهوری به فکر معاملات شخصی و بقای قدرت است و توجه در راستای مدیریت کشور ندارد. شماری از اعضای ولوسی جرگه با انتقاد شدید از عملکرد حکومت میگویند که ارگ ریاست جمهوری بدون در نظر داشته شرایط کنونی و با برخوردهای سلیقه‌ای اکثر افراد مسن را به حیث مشاور گماشته است.
عباس ابراهیم زاده نماینده مردم بلخ در ولسوالی جرگه با اشاره بر تعدد مشاورین ارگ ریاست جمهوری میگوید در شرایط کنونی که نیروهای امنیتی کشور با معاشات اندک در سنگرهای جنگ به سر میبرند نیاز به تعیین این همه مشاورین با معاشات گزاف نمیباشد. همگی در فکر قدرت است، در فکر ثروت است، در فکر ازی هست که چه قسم چند سال دیگر میتونن بالای مردم افغانستان حکومت کنن. اردوی ملی ما با 10,000 با 15,000 پماش میره در جبهات جنگ میجنگه. آنقدر مشاور تعیین شده، چیزی که پایمانده ضعیف در افغانستان بودن امروز به نام مشاور با ماش 150,000 افغانی اینا مشاورین تعیین شدن. آیا ما ایش 150,000 چرا به خاندان شهدا کمک نکنیم؟ این عضو ولسوالی جرگه همچنان در بخش دیگر از سخنانش با اشاره بر تقلبات گسترده در انتخابات پارلمانی گذشته بر تأمین شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری تأکید می‌ورزد. او خواستار استجواب مسئولان کمیسیون انتخابات برای ارائه وضاحت در مورد تدابیر برای تأمین شفافیت در این پروسه نیز می‌باشد. انتخاباتی پشت سر گذاشتن انتخابات پارلمانی که در دنیا بی سابقه بودن و تقریبا افغانستان قریب به بحران برده بودن، اینا چی گونه میتونه انتخابات شفاف برگزار کنه که آرای مردم افغانستان دوباره برای کسی که رای میتن او برای واقعی مردم افغانستان به رئیس جمهور افغانستان شوند. کمیسیون انتخابات بخواین چی گونه انتخابات شفاف اینا برگزار میتونه که بار دوم انتخابات به بحران نروه؟ آقای ابراهیم زاده با اشاره به آغاز کمپاین های انتخاباتی میگوید که مردم افغانستان در 5 سال گذشته جز ویرانی، بدبختی، اقتصاد ضعیف و کشتار چیز دیگر را شاهد نبودند. باز هم هر کس برنامه خود اعلان کردند که ما بر مردم افغانستان یک کار میکنیم در 5 سال، خود جز ویرانی، بدبختی، اقتصاد خراب و شهید دادن ما هیچ کار کرده نتانستیم. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که هم اکنون جنگ در ولایات مختلف کشور جریان دارد و مردم به دلیل افزایش ناامنی‌ها در کشور از رهبری حکومت به شدت انتقاد دارند. اعضای مشرال جرگه میگویند حکومت موظف است تا امنیت انتخابات ریاست جمهوری را تامین کند تا مردم با خاطر آسوده به پای صندوق‌های رای حاضر شوند. آنان با انتقاد از مسئولان نهادهای امنیتی و خاطر ناتوانی در جلوگیری از حملات مخالفان مسلح دولت میگویند که ادامه ناامنی در کشور ناامیدی مردم را در پی خواهد داشت. از سوی هم شماره از اعضای مشران جرگه از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میخواهند که در کمپاین هایشان از امکانات دولتی و بیت المال استفاده نکنند و به مردم نیز وعده های دروغ ندهند. اعضای مشران جرگه به خاطر افزایش ناامنی ها در کشور مسئولان نهادهای امنیتی را به بی‌توجهی و بی‌کفایتی متهم کردند. آنان میگویند که ناتوانی نهادهای امنیتی سبب شده است که حملات مخالفان مسلح دولت روز به روز افزایش یابد و مردم نسبت به تأمین امنیتشان از سوی حکومت ناامید شوند. حتی در رفتن به ولایت ها مشکل است، رفتن به ولسوالی ها خو بیخی دشوارتر است. با توجه بیشتر، تمرکز بیشتر رهبری حکومت، مسئولین امنیتی سر از این بوده با چگونه بتانند که تدابیر بهتر امنیتی را تا روز انتخابات باید مساعد بسازند. مردم از حق مدنیشان، از حق رایشان که یک رایشان سرنوشتشان است، یک رایشان حیات سیاسیشان رقم میتا، سرنوشت زندگیشان رقم میتا، باید ایره بریم مردم مساعد بسازد. برای کمپاین در یک کشور که همه مردم مطمئن باشه، همه مردم آماده رای دادن باشه و براون کمپاین کنن، براون به حساب مبارزات انتخاباتی نه شرکت بکنن، در قدم نخست برای مردم ما امنیت مهم است. اعضای مشران جرگه همچنان تأکید میکنند که حکومت موظف است امنیت انتخابات ریاست جمهوری را تأمین کند تا مردم با خاطر آسوده و پای صندوق‌های رأی حاضر شوند. از حکومت و از دولت می‌خواهیم که مسئولانه در قبال وضعیت کشور تصمیم بگیره
و برای جلوگیری از حملات و برای خونسازی این دسائس تدابیر پیش از وقوع حادثه را باید بگیرند. متاسفانه که این روند ادامه داره و مردم افغانستان هر روز به خون غنوده می شوند و کاسه صبر مردم متاسفانه که لبریز شده و به سر آمده. ایام یک مادر که طفل از او را به پیش چشمش به قتل رساندن و اونا هم منتظر عزیزن که حکومت فعلی چی اقدام در رابطه به مردم ما میکنن. مردم بسیار ناامید و بسیار به یک زندگی فراشبار سپری میکنن. تقاضای ما از حکومت همی است که در قسمت امنیت دفاتر کمپاین‌ها انتخاباتی چی در مرکز هست و چی در ولایات است یک پروسه درست و اساسی را پیش رو بگیرند تا بتوانند که هموطنان ما در کمپاین‌ها اشتراک میکنند به شکل درستش را پیش ببرند. از سوی هم شماری از سناتوران از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواستند که از امکانات دولتی و بیت المال در کمپاین هایشان استفاده نکنند. آنان تاکید کردند که نامزدان ریاست جمهوری در جریان کمپاین ها باید با مردم صادق باشند و کارهایی را که توانایی عملی کردنشان را دارند و مردم وعده بدهند و شفافیت به او وجود داشته باشه. عدم استفاده از امکانات حکومتی و تامین امنیت مردم دستی شعرن ارکهی چه اقا قطعا دادی پا صلاحیت کم ندی یا پا فیلی شرایط که اقا دا اجراکی دو ور ندی نو دا خلق سخه دی دا خبر اعتماد انوزم نکمهی اگر کم شعر دی ورکی سیو دادی پا قدرت کی پا صلاحیت کی دوم دا شرایط دا غو سازگاری پا دی شرایط که دی وکا ورسی اقا واده سبا ادا کی کنن دی غطی خبری وکی سبا اقا نیسی ادا کولای نو خبی عبرت. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که مسئولان امنیتی از روی دست گرفتن تدابیر امنیتی برای تأمین امنیت پروسه انتخابات به مردم اطمینان می‌دهند. 56 شن از افراد طالبان و شمول مسئول استخباراتی و قماندان قطعه سرخ طالبان برای ولایت بغلان کشته شدند. وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه میگوید که شب گذشته در اثر حملات زمینی و ضربات هوایی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در منطقه تپه قرغان شهر پل خمری 56 شن از افراد طالبان و شمول قاری رحیم مسئول استخباراتی طالبان برای بغلان و مولوی مبارز قماندان قطعه سرخ طالبان و معاون استخباراتی طالبان برای ولایت بغلان کشته شدند. در خبرنامه آمده است که در جریان این عملیات 33 تن دیگر از افراد طالبان زخمی شدند. یافته‌های یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که هیچ مکانیزم قانونی و نهاد برای تنظیم مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها در کشور وجود ندارد. پژوهشگران انستیتوت جامعه معدنی افغانستان می‌گویند با این که شرکت‌ها عملاً برای ارائه برخی خدمات اجتماعی در کشور مصروفند، اما هیچ مکانیزم برای تنظیم این خدمات وجود ندارد. در همین حال مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند که سکتور خصوصی افغانستان آماده است در قالب یک مکانیزم قانونمند در ارائه خدمات اجتماعی سهم بگیرند، اما دولت باید در اجرای قوانین جدی تر عمل کند. در ادامه رویدادهای داخلی آلا هم گزارش از نرخ ارز و وضعیت آب و هوا. یک دلار آمریکایی 79 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی، یک یورو 88 افغانی، یک درهم امارات 21 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 21 افغانی، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 65 پول، 1000 روپای هندی 1160 افغانی و 1000 روپای پاکستانی 497 افغانی.
در خارج از کشور. تلاش سنای آمریکا برای بی اثر کردن ویتوی دونالد ترامپ در مورد مصوبه توقف فروش سلاح به عربستان سعودی ناکام ماند، به نوشته رویترز، پس از اینکه ترامپ مصوبه کنگره مبنی بر توقف فروش سلاح به عربستان سعودی و امارات را ویتو کرد. سنای آمریکا برای بی اثر کردن این ویتو رایگیری کرد، ولی آرای کافی برای این اقدام به دست نیامد. برای بی اثر کردن ویتوی ترامپ 2/3 آرای سنا لازم بود، اما در پایان رایگیری 45 رای موافق در برابر 40 رای مخالف به دست آمد که فاصله بسیار با 2/3 آرا داشت. رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته در اعتلایه‌های جداگانه تصمیم خود را برای رد مصوبه‌های کنگره آمریکا درباره توقف فروش سلاح به عربستان و امارات اعلام کرد. 18 تن در نتیجه سقوط یک طیاره نظامی در پاکستان کشته شدند. این طیاره بامداد امروز شنبه در یک محل رهایشی در روستای موراکالو در راولپندی سقوط کرد. در میان کشته شده ها 5 سرباز پاکستانی شاملند و 13 قربانی دیگر افراد ملکی هستند. یک مامور نجات گفته است که هر دو پیلوت ورسای عمله طیاره جان باخته است. بیم آن می رود که شمار قربانیان هم بیشتر از این شود، زیرا تعداد از زخمیان در حالت صحی وخیم قرار دارند. جزئیات درباره سقوط این طیاره داده نشده، اما مقامات پاکستانی می گویند طیاره هنگام تعمیرات معمولی سقوط کرده است. وزارت مالیه آمریکا یک شهروند کره شمالی را در ارتباط با آزمایش موشکی هفته گذشته این کشور در فهرست تحریم قرار داد. و نوشته وال استریت جورنال، سنگال مدلکر، معاون وزیر مالیه آمریکا در امور توریسم و اطلاعات مالی، اعلام کرد که کیم سوئل یکی از کارکنان دولت کره شمالی است که به اجرای آزمایش موشکی هفته گذشته کمک کرد. از بنابر اعلام وزارت مالیه آمریکا، کیم همچنان از اعضای حزب کارگر کره شمالی است که پیشتر تحریم شده است و تجارت نامشروعی با کشورهای چون ویتنام را کنترل می‌کند تا با کسب منابع ارزی اشاره تحریم‌ها بر کره شمالی را خونسا کند. معاون وزیر مالیه آمریکا در امور توریسم و اطلاعات مالی در این باره گفت که ایالات متحده آمریکا با اعمال تحریم‌ها علیه همه کسانی که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای و موشکی غیرقانونی کره شمالی را نقض کنند ادامه می‌دهد. در یک درگیری تقریباً 5 ساعت میان دو دسته خلافکار در زندان آلتامیرا در برزیل، دست کم 57 تن کشته شدند. مقامات زندان اعلام کردند که سر 16 تن از کشته شدگان از تنشان جدا شدند. گزارش های دیگر نیز می گوید که شماره در پی آتش سوزی در زندان و به دلیل خفگی جان سپردن. این اغتشاش از ساعت 7 صبح روز دوشنبه به وقت محلی آغاز شد. زندان آلتامیرا ظرفیت پذیرش 200 زندانی را دارد، ولی در حال حاضر محل نگهداری 311 زندانی می باشد. بیننده های ارجمند هستیم. به لحظات پایانی این بسته خبری سپاسگزار از این که در این بسته خبری با نگاه بودید. بقیه وقتتان خوب. خدا نگهدار.